بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان، خداوند رحیم. در جلسه گذشته راجع به موضوع امام زمان صحبت شد و دیروز که تولد، جشن تولد یا سالگرد تولد ایشان بود، پرسیدند که موضوع امام زمان در قرآن اشاره مستقیم شده است یا خیر، و نظر دین به امام زمان چگونه است. و عرض کردم که این موضوع یک موضوع خصوصی است به نظر من، به خاطر اینکه از دین بعد گرفته تا آیین شراین یا آیین فراماسون ها یا هشهشیه یا نورانیه، یهود، مسیحی، مسلم، بهائی، بودایی، هندو، همه اینها منتظر ظهور و برگشت یک گمشده ای هستند، یک موعودی هستند، و طبعا هیچ کدام اینها هم منتظر یک موعود نیستند. حتی در بین فرق اسلامی هم همه اونها منتظر یک شخصیت واحد نیستند. من شخصا فکر میکنم که اگر موضوع امام زمان همه دین ها بخواهد مطرح بشود، یک شکاف جدید و یک بعد دشمنی جدید و فاصله بیشتر بین همه مذاهب بعدیان به وجود خواهد آمد. هر کس که فکر می کند که هدایتی رو که همه دین ها وعده دادند، هدایت نهایی کی خواهد آمد، هدایت به مفهوم کلی کلمه همیشه موجود بوده، اما انسجام هدایت به صورت یک جسمی که در بعد زمان و مکان باشد، یک امری است که برمیگردد به استنباط افراد. و اگر بخواهیم احکام دینی بر او مترتب کنیم، همونطور که عرض کردم، شکاف بیشتری بین همه ادیان به وجود می آید. اما اگر کسی با این موضوع حال خوشی دارد، احتیاجی به طبیب ندارد، و منظور از طبیب ایجاد حال خوش است. اگر کسی حال خوش دارد، در حال خوش باقی بماند. گفت مبادا ای طبیب اندر علاج من بیاندیشی که من حال خوشی در سایه این ناخوشی دارم.